میزگرد جمهوری های از تلویزیون رنگین کمان خوش آمدید. خوشحال هستیم که یک بار دیگه در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. با توجه به تحولاتی که در رابطه با مسائل کارگری ظرف هفته های اخیر اتفاق افتاد، این دومین برنامه ایه که در این مجموع برنامه ها اختصاص داده میشه به مسائل مرتبط با وضعیت معیشتی و اعتراضات کارگری در ایران. امروز در خدمت دو تن از عزیزانمون از سازمان های جمهوری خواه هستیم، جناب آقای صادق کار از حزب چپ فدایان خلق و جناب آقای تورج مرادی از سازمان های جبهه ملی خارج از کشور. در رابطه با اعتراضات، خب دوستان اخبار رو دنبال کردن، تحلیل های عزیزان رو در این رابطه میشنویم. با اجازه دوستان از آقای کار شروع میکنم. جناب آقای کار، خب این دور جدید اعتراضات یک مقداری از نظر گستره جغرافیایی شاید وسیع‌تر بوده، یعنی در نواحی مختلفی از کشور از نواحی مرکزی تا حاشیه جنوبی و حتی در کرمانشاه در از این اعتراضات دیده میشه. تحلیل شما در رابطه با دور جدید این اعتراضات، عواملش و منشأش است؟ سلام از خدمت شما دوست عزیزمون و همچنین بینندگان عزیز. والا این دور جدید که شروع شده، اول از همه از دلایل شروع کنیم. دلایلش این هستش که خب وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، شرکت ها حقوق کارگرها رو نمیدن به موقع، دستمزد ها بسیار پایینه، هزینه ها بسیار بالاست و تورم بالاست و در واقع ادامه زندگی، یعنی حداقل گذران زندگی در شرایط کنونی با دستمزد های کنونی ممکن نیست. و بدتر از اون هستش که همین دستمزدهای اندک همی با ماها تأخیر پرداخت میکنن. این مسئله هستش که وضعیت معیشتی زحمتکشان و کارگر و کارمندا و کلن کسانی که در این واحدها کار میکنن تحت تأثیر قرار داده. و خب چندین بار، ده ها بار میخوام بگم، تو خیلی جاها به خصوص در شرکت های پیمانکار اعتصاب و تظاهرات و تجمع شده یا به شکل های دیگه از طریق تومار نویسی یا شکایت به مسئولین و مدیران و اینها مراجعه شده، ولی بیفایده بوده تا حالا. در نتیجه الان کارگرها خب خیلی در وضع دشواری قرار دارن، نمیتونن امورات زندگیشون رو بگذارن، فشارهای اجتماعی هست، فشار خانوادگی هست و فشار معیشت. به همین دلیل اینها عاملی هستش که باعث جهش اعتراضات شده در واقع. بعد مسئله مهم این هستش که کارگرای نفت و پتروشیمی، البته پتروشیمی ها قبلا هم به طور پراکنده اعتراض داشتن، تجمع داشتن، ولی هیچ وقت توی این چند دهه گذشته ما با یک همچین موج اعتراضاتی از طرف کارکنان شرکت نفت، یعنی شرکت هایی که برای شرکت نفت کار میکنن و اینقدر هماهنگ در یک زمان معین و به این گستردگی مواجه نبوده. بنابراین این نشون میده که خب شرط خیلی سخت شده و تحمل این وضع ناممکنه. و همین دلیل هست که این اعتصابات و شاهدش هستیم و در حال گسترش، مربوط به کارگرای پتروشیمی و نفت هم نیست، مربوط به نیروگاه های برق هم هست، مربوط به کارگرای هپکو هست، مربوط به هفت‌تپه هست که الان 52 روزه در اعتصاب هستن. خواسته هم کم و بیش مشابه هست. خواست اول از همه افزایش حقوق و پرداخت موقع دستمزد و بقیه مسائل هم هست، مثل توانمندی مشاغل، مثل این که مثلا وضعیتی که الان حق مسکن و که دولت چیز کرده نمیده، پرداخت نمیکنه، قرار بوده بده، مثل حق تشکر، مثل اتفاقی که شده و مسائلی از این دست. بسیار عالی، سپاسگزارم. صحبت‌های شما تموم شد جناب آقای کار؟ بله، صحبتاتون تموم شد در این بخش؟ بله، من حالا بسیار عرضم به خدمت شما جناب آقای مرادی. آقای کار در بخش از صحبتاشون اشاره کردن در رابطه با اینکه کارگران این بار به صورت متشکل تری در نقاط مختلف در حال اعتراض هستن. عمده این اعتراضات در از مربوط به بحث معیشت، عدم پرداخت به موقع حقوقها و کلن سطح پایین دستمزدها. دیدگاه شما نسبت به این اعتراضات به چه شکل است؟ والا با سلام به دوستان و بینندگان عزیز، معلومه که در واقع با یک نگاهی که اگر بکنیم یه مقدار تاریخی،
مسئله کارگران معمولا با مسائل معیشتی و صنفی شروع میشه و در واقع کارگرای ایران نشون دادن که هر مرحله یک قدم دو قدم جلوتر از مراحل قبلی حرکت میکنن و میرن و به نظر من این جریان که در واقع به برگشته به صنعت نفت مربوط شده و پتروشیمی و در اقصانقات ایران در واقع شیوع پیدا کرده، این میتونه یک زنگ خطری بزرگی باشه برای رژیم کنونی ایران و البته نمیشه پیش بینی کرد که چه حرکتایی و چه در واقع توسعه این پیدا میکنه، ولی خب ما اگر یه برگردیم و یه مقدار نگاه حتی به انقلاب 79 نگاه کنیم، یعنی 57 نگاه کنیم، میدونیم که چیزی که کمر در واقع رژیم شاه رو واقعا شکست کارگرای صنعت نفت بودن، خصوص در خوزستان. بنابراین یکی دیگه از این یعنی دو مسئله رو من اینجا میخوام مطرح بکنم که جای تعجبی هم وجود نداره. یکی این که کارگرا موقعی که میان در مبارزه شرکت میکنن معمولا همیشه اکثر مواقع مسئله معیشتی و مسئله صنفیه و در واقع نباید این رو بهش به این طور نگاه کرد بهش که این مسئله سیاسی نیست. همین مسئله صنفی و مسئله مطالبات در واقع معیشتی در تداوم خودش خود به خود چون رژیم رو مورد سوال قرار میده خود به خود سیاسی میشه، یا حتی با حرکت و در واقع عکس العمل رژیم و سرکوب این کارگرا و به زندان انداختن بسیاری از اینها، این خود به خود یک جنبه سیاسی پیدا میکنه. البته این یک موضوع. یه موضوع دیگه، یعنی در واقع میشه گفت این به شکل طبیعی و غریزی کارگرا خود به خود با هم همدستگی پیدا میکنن، یعنی این اصلا جای تعجبی نیست که حتی کارگرایی که در شرایط دیگه زندگی میکنن و شاید وضعشون بهتر باشن اونا هم به این مبارزه پیوند میخورن و در واقع با همبستگی خودشون رو میخوان نشون بدن، کما اینکه الان میبینیم در جاهای مختلف در اصفهان در جاهای مختلف کارگرای دیگه اعلامیه‌هایی دادن و یا تقاضاهایی دادن یا اینکه اعتصاب کردن در همبستگی با اعتراضهای دوستان خودشون در شهرهای دیگه. این یک موضوع. موضوع دیگه هم مسئله اینه که در واقع متاسفانه، البته نمیدونم این رو در مورد من اولین بار یک دون جلسه شرکت میکنم، ولی انتلیکچوال یعنی روشن فکران ما ایران یه مقدار تقریبا میشه گفت دست کم میدن به مبارزات کارگری، با وجودی که به اصطلاح سینه چاک میکنن و از مبارزات کارگری همیشه دفاع میکنن، ولی به شعور و در واقع تئوری و در واقع تفکر کارگران و حرکتشون به سمت جلو یه مقدار دست کم میدن و من به سهم خودم میخوام این رو در واقع مورد سوال قرار بدم که کارگران واقعا میفهمن دارن چه کار میکنن، واقعا متشکل میشن، واقعا حرکتشون سیاسی میشه، واقعا رژیم رو در معرض در واقع چالش میگیرن و مورد سوال قرار میدن و در واقع ما کاری که میتونیم بکنیم در سازمان‌های سیاسی بیشتر انعکاس و پخش این مبارزات و در واقع این حرکاتی هست که کارگرای ما انجام میدن و همین که ما این رو پخش بکنیم و این رو به حساب بیان بکنیم و این رو در روزنامه ها رسانه‌ای بکنیم و در مقالات مختلف و در واقع بیانیه های مختلفی که خود سازمان های ما میدن این رو با هم دیگه به شکل مشترک سعی کنیم این رو انعکاس بدیم، به نظر من خود این یک حرکت خیلی بزرگیه. لازم نیست که ما از این صحبت بکنیم که آیا کارگران باید مثلا نمیدونم ارتقا داده بشن یا آگاهی داده بشه به کارگران، این مسئله اصلا لازم نیست و درست اصلا به نظر من غیر تاریخی هم هست اگر بشه بخوام بهش نگاه بکنم.
همین فعلا همین رو در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. متشکرم از شما. عرضم به خدمت شما من یه چند نکته رو اشاره بکنم و بعد دوباره برگردیم به جناب آقای کار. اولا در دور جدید اعتراضات که خب این اعتراضات از هفت تپه صنایع ملی فولاد آغاز شد، یعنی از در از نشکر هفت تپه به علاوه گروه ملی فولاد که این اعتراضات دور جدید رو استارت زدن و بعد هپکوی عراق، راهن بندرعباس و یک سری از در از نیروگاه ها مثل برق کاشان و بندرعباس به این اعتراضات پیوستن. نکته ای که وجود داره به شکل عجیبی مدیای در صحبت های جناب آقای مرادی هم بود اشاره کردن که یک شبیه سازی تاریخی در حال انجام در مدیای خارج از کشور بین اعتصابات منتهی به در از سقوط شاه در سال 57 و اعتصابات امروز. من امروز فیلم ها رو از سایت های مختلف داشتم پیگیری می کردم. این نکته رو خدمتتون بگم، من به شخص هیچ فیلمی مرتبط با پالایشگاه ها و صنایع نفت، اون چیزی که به عنوان امور بهره برداری یا امور استخراج دیده میشه وجود نداره. یعنی این نکته ای که متاسفانه، حالا میگم به چه دلیل، ببینید آرزوی همه ما این هستش که جمهوری اسلامی بره، ولی روش هایی که استفاده میکنیم، کارهایی که میکنیم باید به تبعات اون هم توجه داشته باشیم. مدیای خارج از کشور به شدت داره این نکته رو تبلیغ میکنه که کارگران صنایع نفت، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به اعتصاب سراسری پیوستن. من آن چیزی که من امروز بررسی کردم و تحقیق کردم و این مدت هم اخبارش رو دنبال می‌کردم، این قضیه به هیچ وجه صحت نداره. ببینید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ها دو فاز مجزا دارن، یک فاز بهره برداری دارن. پرسنل اینها در اصل پرسنلی هستن که در استخدام مالکان اون پالایشگاه یا پتروشیمی ها هستن و اغلب هستن، یعنی آقا یا زیر نظر شرکت ملی گاز دارن فعالیت میکنن یا زیر نظر شرکت پخش و پالایش دارن فعالیت میکنن. در این قسمت ها به صورت سنتی با توجه به اینکه اوضاع این شرکت ها همیشه خوب بوده نظر مالی، من خودم خب خیلی وقت از ایران اومدم ولی هیچ وقت برای این قسمت ها بحث حقوق معوق رو من به خاطر ندارم. الان هم که پیگیری کردم در این قسمت ها ما بحث حقوق معوق نداریم. قسمتی که وارد اعتراض شده به اعتصاب پیوسته متاسفانه مرتبط با بخش خصوصی ایران است، یعنی قسمت‌های طرح و توسعه هستن و قسمت‌های در از عمرانی سایت‌های نفت و گاز، قسمت‌هایی هستن که در از در حال ساخت پالایشگاه هستن یا در حال ساخت پتروشیمی هستن. اینها بیشتر پیمانکاران بخش خصوصی هستن که در یک مناقصه طرح‌های تفسیر شعار طرح‌های عمرانی رو بردن در حال ساخت هستن. یک عادتی از دهه 70 از زمان هاشمی رفسنجانی یک سنگ بنای بدی رو، متاسفانه این سنگ بنا رو هم اولین بار شرکت کیسون بنا گذاشت در صنعت پیمانکاری که حقوق معوق ایجاد بکنه. یعنی اینها بعد از این مدتی اصلا به صورت سیستماتیک شروع کردن که کارگری که در سایت ساختمانی کار میکنه باید دو ماه حقوق معوق داشته باشه. تعاریف خودشونو داشتن، این تعاریف هم همیشه بر ضد کارگران بوده. و حالا در قسمت بعدی سوال من از آقای کار میخوام این رو هم بپرسم. اتفاقا این اعتراضات تماما در بخش پیمانکاری هست، یعنی شرکت های خصوصی که در حال ساخت پالایشگاه و پتروشیمی هستن. این بخش خصوصی، این مدیران که بیشترشون هم میگم پروژه های تفسیر شعاری دارن، طرح ملی هستن، پیش پرداخت های بسیار خوبی در ابتدای پروژه میگیرن، تمام مشکلات اقتصادی رو میدونن و به هیچ وجه هم نمیخوام نقش دولت ایران رو انکار کنم، ولی منظور کلامم اینه که متاسفانه در این شرایط بد که حکومت جمهوری اسلامی که کوچکترین توجهی به مسائل معیشتی نداره، مردم ما خودمون باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. در این شرایط هم بخش خصوصی، کسانی که با عنوان سرمایه‌دار هستن، باز هم دارن با کارگر به صورت گوشت قربونی برخورد میکنن، یعنی تمام فشار رو دارن میندازن رو دوش کارگر. من خودم در این پروژه ها کار کردم. یکی از ترفندهای کارفرماها، یعنی پیمانکارها، برای اینکه بتونن پولشون رو از کارفرما بگیرن این هستش که مثلا امروز من یک صورت وضعیتی داشتم، 6 ماه ازش گذشته پرداخت نشده، حقوق کارگرم رو پرداخت نمی‌کنم و بعد از کارگرم میخوام حقوقتو میخوای برید اعتصاب کنید، برید جلوی در بس بشینید، اجازه فعالیت ندین، کار نکنین. به این صورت کارفرما رو میخوان تحت فشار بذارن که پول صورت وضعیتاشون رو دریافت کنن. ولی در این میانه تنها قربانی تمام عیار این داستان همیشه کارگر، یعنی کارفرما، پیمانکار اصلی که حالا برای کارگر کارفرما محسوب میشه، با
پول پیشش رو گرفته، به نسبت جای سیف نشسته، هزینه هاش بله خب دچار تورم هست، مشکلات خاص خودش رو داره، اینا همه سر جای خودش، ولی کسی که در معیشت و در معاش روزمرهش میمونه، سرش پیش خانوادهش همیشه پایینه و خجالت زن و بچه‌ش میکشه، کارگر. و متاسفانه در خیلی به پروژه های ایران من سراغ دارم، مستقیما باشون کار کردم و در جریانم، که کارفرماها یعنی همون پیمانکاران بخش خصوصی از این موضوع، از این وضعیت بد اقتصادی دارن سوء استفاده میکنن. این نکته اول بود که می‌خواستم خدمتتون بگم. در رابطه با قسمت دوم، یک خبری هفته پیش اومده بود از این آقای امید اسدبیگی، مدیر عامل هفت‌تپه، یک در از حالت گفتمانی بین قاضی مسعودی، قاضی ویژه دادسرای مفاسد اقتصادی، و این آقای اسدبیگی بود. قاضی مسعودی در یک در از برنامه گفته بود که ما اطلاع کافی داریم که آقای اسدبیگی پول کافی در حسابش برای پرداخت حقوق کارگران هفت تپه داره. در جواب این مصاحبه، امید اسدبیگی مصاحبه کرده بود که بله، ما تا اردیبهشت تمام مطالبات کارگری رو پرداخت کردیم، ولی از وقتی که این پرونده به ناحق بر علیه ما گشوده شد و پای من رو به دادگاه باز کردن و حسابهای من رو توقیف کردن، کارگران ما دچار مشکل شدن. این یک مثالی از برخورد کارفرمای بخش خصوصی در ایران با داستان کارگری. امید اسدبیگی بدون هیچ گونه رعایت شرف و انصافی خیلی راحت حقوق کارگر رو ابزار مقابله با پروندهش قرار میده، یعنی به نوعی داره سعی میکنه که قوه قضاییه رو حتی تهدید بکنه که چون تو برای من پرونده باز کردی، جلوی حسابهای منو بستی و داری کنکاش میکنی، حقوق کارگر رو نمیدم و برای تو موزل امنیتی ایجاد میکنم. ولی اینها باید بفهمن که کارگر، شما حق ندارید در زندگی یک انسان دیگری چنین تنشی ایجاد بکنید برای اینکه از زیر بار گناه مسئولیتتون شانه خالی بکنید. این یک نمونه بارزی بود این مصاحبه که خیلی خیلی اوریان نشون میده دید طرفین مختلف این داستان نسبت به کارگر به چه صورته. یعنی همون امید اسدبیگی در مقام صاحب اون شرکت داره به کارگر ضربه میزنه و هم حکومت داره این کار رو میکنه. حکومت با امنیتی کردن فضا، با حمله به تجمعات، با بازداشت کارگران، اون کارفرما، اون در از صاحب شرکت با عدم پرداخت به موقع حقوق و گروکشی. آقای کار تو قسمت اول صحبتشون در رابطه با در از پایین بودن سطح دستمزدها صحبت کردن. من خواستم ببینم آیا این سابقه تاریخی داره که در نیمه سال ما الان بلوش در مرداد هستیم، اواسط مرداد در ایران، آیا سابقه داشته که به هر دلیلی در هر مقطعی در نیمه سال، چون اصولا میدونید به صورت سنتی مذاکرات کارفرماها و در از تامین اجتماعی و نمایندگان کارگری در اواخر سال شمسی شروع میشه، اکثر مواقع تا شب عید به طول میکشه و بدون هیچ نتیجه خاصی میکشه تا فروردین و اردیبهشت، و آخرش هم یک جوری بالاخره بینابینی دولت این قضیه بین کارگر و کارفرما رو جمع میکنه. من معمولا هیچ وقت کارگران ما در این زمینه نمایندگانشون راضی نبودن. حالا در این شرایط خاص، در این بحران معیشتی و در این بحرانی که جمهوری اسلامی باش درگیر هست، آیا هیچ چشم‌اندازی می‌بینید که فشار کارگران باعث بشه یک مذاکرات زودهنگامی تن در از ایجاد بشه، پا بگیره؟ عرضم حضور شما که سابقه نداره در گذشته که یک چنین اتفاق افتاد، یعنی در نیمه سال دستمزد اضافه کنن. بحثش البته چند سال مطرح است، از زمانی که تورم بالا بوده و مشکلات معیشتی زیاد شده، ولی فقط در حد حرف باقی مونده، اونم از طرف تشکل‌های کارگری که بیشتر وابسته به حکومت هستن و یه سری تشکل‌هایی هم هستن که خب از این خاص حمایت می‌کنن. این بستگی داره به میزان فشار خود کارگرها. اگر کارگرها فشار بیارن، اعتصابات گسترده بشه، اعتراضات گسترده بشه، به نظر من این امکان وجود داره که دولت و کارفرماها رو به عقب راند. ولی در حال حاضر من چشم‌اندازی نمی‌بینم، برای اینکه همین الان بحث دستمزد امسال وقتی که نگاه می‌کنیم، نمایندگان دولت و کارفرما بدترین برخورد کردن نسبت به سال‌های گذشته، حتی با اینکه با وجود اینکه وضع خرابتر از همه سال بود، به این معنی که دستمزد رو مقدار کمی اضافه کردن، کمتر از تورم. بعدم که اعتراض شد اومدن 5% ظاهرا بردن بالا، ولی این 5% رو از حق سنوات کارگرای سابقه دار کم کردن، دادن به کارگرایی که تا
تازه هستش، یعنی عجیب کارگر پرداخت کردن. در جنب این قرار بود که حقوق کارگرها رو به اصطلاح از طریق حق مسکن بالا ببرن، کمک هزینه مسکن، که خب موافقت کردن ظاهرا در شورای عالی کار که 200,000 تومان اضافه کنن. حالا این که در قانون، طبق قانون کار، این چیزای جنبی جز دستمزد حساب نمیشه، اینا چیزای جنبی هستش، ولی در این حال همین 200,000 تا الان از اول سال تا از دادن این، از وقتی که تصویب شده تفره میرن و هر روز یه بهانه‌های مختلف میارن که مثلا باید شورای اقتصاد تعظیم کنه، باید کابینه تعظیم کنه، از این مسئله. بنابراین وقتی که اینقدر سختگیری میکنن در مورد دستمزدی که در مورد حق مسکنی که خودشون توافق کردن و تعهد کردن که بدن، دیگه وای به حال اون که میخوان بیان در نیمه سال دستمزد اضافه بکنن. همطور که عرض کردم دولت هیچ تمایلی به کار نداره، به سختی مقاومت میکنه در مقابل افزایش دستمزد کارفرما، حتی بدتر از دولت، برای اینکه میگن که این دستمزدی هم که اضافه شده رو نمیتونیم بدیم و اصلا خواهان فریز کردن دستمزد بودن از اول تو بحث افزایش دستمزد. به همین دلیل ما که میبینیم دو تا به اصطلاح طرف اصلی کارگرا که دولت و کارفرما باشن، خیلی سرسختی نشون میدن در برخورد با افزایش دستمزد. به این ترتیب که الان تا حالا اتفاق افتاده، ولی فشار اگر به اصطلاح زیاد بشه، وقتی قضیه چیز دیگه است، ممکنه حساب به قول دوستمون که مسائل سیاسی میشه، حتی فراتر از دستمزد بره و کار بکشه به مطالبات سیاسی دیگه. اینه که در این مورد به نظر من خیلی بعید میدونم که دولت به آسونی بیاد و کارفرما وارد این قضیه بشه. این در مورد، ولی در مورد شرکت های پیمانکار عرض کنم خدمت شما که الان شرکت های پیمانکار دیگه فقط اونایی نیستن که کار پروژه های ساختمان اینا رو میگیرن یا پروژه تاسیسات رو میگیرن، بلکه الان خیلی از کارهایی که قبلا تو شرکتی بود، یعنی تو خود شرکت باید انجام میشد، پیمانکارا باز از جمله تعمیرات، مثلا بخش تعمیرات مثلا در کنترل پیمانکاراست. بعد وقت این پیمانکاری هم به صورت دلالی در اومده، یعنی این که هی به همدیگه میفروشن امتیازشو. شما الان مثلا یه دونه شرکت پیمانکاری اگه بخواد بگیری بری داشو بده کنی، ممکنه 5-6 تا برگردی عقب، یعنی 5-6 دست گشته تا به اینجا کشیده و همه اینا هم میخوان اون حق سرغلفی که دادن، اون سودی که میخوان ببرن، در نتیجه فشار به کارگرا، کاهش از دستمزد کارگرا هست. اینکه دولت واقعا بیشتر چیزایش رو، تعهداتش رو به شرکت پیمانکار به واقع میده، این یه واقعیته. منتها کارفرماها به خصوص تو همین بخش پیمانکارا سعی میکنن که سوء استفاده بکنن برای فشار آوردن به اینکه مثلا امتیاز از دولت بگیرن و دستمزد رو عقب میندازن. و حتی مثلا به آقای اسد بگی که اشاره کردی، به درستی گفتین شما، اون قضیه دادگاه که ایشون اومد، ایشون در واقع مدیران شرکت هفت تپه در این اعتصاب خودشون غیر مستقیم نقش داشتن، یعنی اولین کاری که کردن به محض اینکه محاکمه این بابا شروع شد، اومدن چیزای جنبی رو، حقوق جنبی کارگرها رو قطع کردن یه دفعه، یه کار تحریک آمیز. اصلا اعتصاب در واقع بعد از اون شروع شد که یه دفعه آدم بیاد مثلا ببینید چنده قاز حقوق میگیره، بعد یه دفعه این جنبی رو بزنه. و این چیز درستی هستش که اونها به اصطلاح دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن و پشتشون هم به نظر میرسه در دولت قرصه که این کارو میکنن، وگرنه که خب اگه قرص نباشه آدم نمیاد به این سادگی تهدید بکنه. و اینم توجه بکنیم که در سال گذشته، اول سال گذشته، حدود 600,000 تن شکر وارد این کشور شده. الان تولید این کارخونه به زیر 17,000 تن رسیده، یعنی در واقع نیاز مملکت به شکر هست، ولی این شکر هم تو کارخونه‌های داخلی میشه تولید کرد، ولی میرن از کجا میارن؟ از خارج وارد میکنن. خب این سوال بزرگی، شما چرا وقتی که ما میتونیم، کارگر میتونه شکر تولید بکنه، کارخونه داره، امکان داره، میریم و همینه از اونجا میاریم؟ یعنی در اصل میخوام بگم اون در واقع سرمایه‌داری دلال و تجاری و راندخار مسلط شده به اوضاع. و این که مثلا صنایع داخلی رو سرمون تو سرشون، آقای اسد بگی این پولی که، یعنی به فکر تولید نیست،
ولی در ضمن این کارخونه رو با سرسختی میخواد نگه داره، برای اینکه داره ازش سوء استفاده میکنه. مثلا همون قضیه ارزای کلانی که گرفته، میدونی اصول چند سالی کارخونه که سالم بچرخه، یه دفعه یه جایی بابا صاحب شده. یعنی پیشتی الان خیلی از کارخونه دارا در واقع از همین مسئله ارزی و کارهای دیگه، یا مثلا بی بخشودگی بیمه میگیرن، بخشودگی مالیاتی میگیرن و ضمناً ارز میگیرن، در واقع دارن تجارت میکنن به جای تولید و میرن کالاها رو وارد کشور میکنن و از اون سود یعنی چند طرفه میبرن، نمیخوان زحمت کار تولیدی رو بکشن و در ضمن تا که چیزی هم بشه به دولت فشار میارن که اگه مثلا چیز نکنی، مثلا این امتیاز رو ما ندین، خب ما هم کارگرام رو بیرون میکنیم و یک همچین وضع وحشتناکیه. بعد فقط در مورد شرکت نفت نیست، این تمام سراسری شده. قسمت راه آهن هم خیلی از کارا رو واگذار کردن به شرکت های پیمانکار، تمام شهرداری ها کارا رو واگذار کردن به شرکت های پیمانکار. بنابراین این شرکت های پیمانکار یه رشد سرطانی خیلی شدیدی کردن و بیشترشون هم آدم هایی هستن که کارا رو با رانت گرفتن، یعنی در واقع رقابت سالم هم نیست. بستگان حکومت، نزدیکانشون همه به همدیگه نون ورز میدن، این کارو میکنن، یه مثلا چیزایی هم از همدیگه میگیرن، یه سهمی هم به همدیگه تعلق میگیره. اینه که یک همچین وضع فلاکتباری، بعد زورگویی رو به حد اعلا رسوندن، اصلا یک ذره از باقی مانده قوانین کار رو رعایت نمیکنن، هیچ کدومشون با گردن کلفتی هم رعایت نمیکنن. مثلا شما دستمزد اصلا ندادن به موقع، دستمزد اصلا از نظر قانون کار جرمه، بدهی کارگر جز بدهی ممتاز، بدهی کارفرما به کارگر جز بدهی ممتاز کارفرماست، ولی نمیدن، قانون زیر پا میذارن. اصلا مسخره ترین چیزی الان 22 تا کارخونه الان در اعتصاب همین امروز، یعنی بیش از 15 تا این کارگر این کارخونه ها تو همین دو سه روز گذشته بعد از شروع اعتصاب در نفت شروع به اعتصاب کردن. بنابراین الان صحبت از این که مثلا اعتصاب سراسری عمومی هست خیلی زوده به نظر من، حرف درستیه، ولی این که این اعتصابات دامنه بگیره خیلی زیاده، گسترش پیدا بکنه، حالا تا چه حد بستگی داره به رفتار دولت. دولت میخواد چه کار بکنه در مقابل نهای عقب نشینی میکنه، یا میخواد سیاستاشو ادامه بده، که اگه ادامه بده که به نظر من کنترل به طور کامل دست میره، و اگر بخواد کنترل بکنه وقت ممکنه که بستگی داره به کیفیت اون عقب نشینی که میکنه، ممکنه بتونه به صلاح این اعتصابات رو موقتا فرو بنشانه. بنابراین هر دوتا چیز هست، هر دوتا جنبه رو باید الان در نظر گرفت. دوست عزیز من از چپ ملی اشاره کردم، اشاره درستی کردم که ما باید حمایت بکنیم، سعی بکنیم فقط مطرح نکنیم، باید حمایت بکنیم از این کارگر، از خواستهاشون، از مطالباتشون، چون مطالباتشون هم کاملا مطالبات اولیه بدیهی و برحق، زور چیز زور نمیخواد، چیزی که مثلا فوق العاده باشه یا اضافه باشه یا زیاده طلبی اصلا نیست. مسئله دستمزد، مسئله به اصطلاح افزایش دستمزد هست، مسئله پرداخت موقع دستمزد هست، حق تشکر، این چیزایی که کاملا طبیعی هستش. بنابراین اینم خیلی اهمیت داره که ما بتونیم، یعنی به عنوان احزاب سیاسی بتونیم حمایت بکنیم و دیگران هم تشویق بکنیم، کمک بکنیم، بخوایم از اونها، از گروه های دیگه مردم که بیان در واقع حمایت بکنن. بسیار عالی، سپاسگزارم. سعی میکنیم در پایان برنامه یک بار دیگه به شما برگردیم و در رابطه با این چه باید کرد ها، حالا مخصوصا برای سازمان های سیاسی. البته به نظر خیلی درست بحث سانتیمانتالی میاد، خیلی بین الاسهانیه، یعنی در واقعیت سفره آن کارگرها اعتراض ما یا خبررسانی ما نقش خیلی حیاتی نداره، ولی به هر حال سعی می‌کنیم بهش برگردیم و نظرات شما دوستان رو بشنویم. من فقط یک نکته بگم، بله بحثی که آقای کار می‌فرمان 100% صحیحه، نقش عمده‌ای از سازمان‌های بهره بردار و شرکت‌هایی که دارن مجموعه رو اداره می‌کنن بهش میگن برون سپاری، یعنی دارن قسمت‌های مختلف از جمله نت، همون تعمیرات نگهداری، یا مثلا قسمت بعضی از مثلا صنایع، انقدر قسمت جوشکاریشون بزرگه که فقط قسمت جوشکاری، خیلی از شرکت‌ها اصلا بخش حراست نگهبانی رو دارن برون سپاری میکنن و اتفاقی که افتاده و رسانه‌ها اینو دارن بعد در اصل منعکس میکنن این هستش که پیمانکار مثلا حراست پالایشگاه اصفهان اعتصاب کرده، در تایتل اون خبر می
می‌نویسن اعتصاب در پادشاه اصفهان. این داستان دو خطر بعدن داره. یکی وقتی این نسخ بگیره، برخورد قسمت امنیتی و متسلب حکومت با اون کارگرانی که دنبال مطالبه به حق، مطالبات به حقشونن، دنبال نون سفره زن و بچه‌شونن، خشن‌تر خواهد شد و در ثانی یک امیدی ایجاد میکنه در رابطه با بازسازی یا هماهنگ‌سازی دوره فعلی با دوره پیش از سقوط پهلوی، که همه احساس میکنن خب اعتصاب رسیده به صنعت نفت ایران، پس خیلی زود این رژیم زمینگیر خواهد شد و خواهد افتاد. و وقتی اون زمانی که این اتفاق نیفته یا در فاصله زمان دورتری بیفته، این باعث ناامیدی میشه. برمیگردیم به جناب آقای مرادی عزیز از سازمان جبهه ملی. آقای مرادی، ببینید در چرخ‌دنده های تولید بزرگترین چرخ‌دنده چرخ‌دنده نیروی کار، یعنی شما اگر ایده، ثروت، ارزان به خدمت شما ابزار رو بگیرید، باز سهم چرخ‌دنده نیروی کار از همه بزرگتر است، چه از نظر واقعی چه از نظر تئوریک. چرا این چرخ‌دنده بزرگ و حجیم علارغم قدرتی که باید داشته باشه، در چانه‌زنی‌ها، در خاص مطالبات، در پیگیری مطالبات معیشتی و صنفی خودش قدرت کافی رو نداره؟ بله، البته من خواستم فقط این رو بگم که کاملا موافقم با نظر دوستمون صادق کار. بعد در این مورد من خودم بچه آبادانم، یعنی یه خورده از قدیم آشنا دارم با شرکت نفت آبادان. من یادمه که در اونجا اونقدر یک سازمان شرکت نفت بزرگ بود و همه‌گیر بود که حتی مثلا شما اگه توری خونتون هم خراب میشد، زنگ میزدید دو سه نفر میفرستادن توری خونتون رو درست میکردن. یا یه جریانی بود به نام حفاظت، یعنی امنیت اونجا مال خود شرکت نفت بود که با جیپ و با لباس نسبتا نظامی یا پلیسی می اومدن در محله ها میگشتن، برای اینکه مثلا اشکالی اگه به وجود می اومدن سر میزدن. الان رژیم کاری که کرده در واقع، حالا نمیدونم، من فکر می‌کنم از قصدی، ولی شایدم به خاطر مسائل مثلا مالی و سودآوری بیشتر باشه، که اومده در واقع شرکت نفت و کمپانی‌های خیلی بزرگ رو تقریبا تیکه تیکه کرده و اینا رو اومده داده به دست همین کانترکتورهایی که شما میگید یا پیمانکارهایی که شما میگید. بنابراین یکی از تاکتیک‌های شاید که در واقع جلوگیری میکنه از همبستگی بیشتر کارگران. مثلا اگر یک بخش در حسابه که حقوقشون عقب افتاده، چون بخشای دیگه حقوقشون رو میگیرن، شاید مثلا به حساب رژیم اینا نتونن و با هم دیگه همبستگی پیدا نکنن. ولی به نظر من این رو هم در رفع اولم گفتم، مسئله همبستگی کارگران یه چیز واقعا طبیعی و غریزیه. درسته که اینها میتونن که منافع مختلفی داشته باشن، ولی حتی با نوشتن یه دونه نامه هم که میگن ما از کارگران فلان جا مثلا حمایت میکنیم، خودش خیلی خیلی مهمه و نشون میده این غریزه رو، نشون میده این همبستگی رو. در واقع بعدم کار دیگه ای که کارگران رو دارن میکنن، در واقع اومده ضد درست حرکتیه که رژیم رو انجام داده. رژیم اومده چیکار کرده؟ اینها رو تقسیم بندی کرده، خورده خورده کرده، پیمانکاری کرده. یکی از دیمندها و خواستها و درخواستهای کارگران در خیلی از جاها، مثلا در فولادسازی یا نیشکر هفت‌تپه، اینه که برگرده این خصوصی سازی تبدیل بشه به جریان دولتی. بعد کارگران هم در درون این نماینده داشته باشن در منیجمنت، در مدیریت این برنامه در واقع شرکت کنن. خب شما چه این رو به چه شکلی میبینید؟ شما این رو میبینید مثلا یه عده رفتن اینا رو تصریح کردن به کارگران که این در واقع خواستار رو داشته باشن؟ به نظر من نه. هر حرکتی که کارگرا انجام میدن، هم همبستگی در درونش وجود داره و هم خود به خود تا یه حدی رژیم رو یا دولت رو میاره وارد قضیه میکنه. بعدم این آقای رو که اسمشو گفتید بکنم، صاحب شرکت اصل مثلا، کارگران گفتن این باید چیز بشه، دستگیر بشه اصلا. درسته؟
و گفتن این باید کارگرها خیلی وقته که در رابطه با اتهامات فساد مالی ایشون درخواست دستگیری ایشون رو دارن، درخواست عدم ورودشون رو دارن، ولی خب اجابت نشده. درست. پس بنابراین درخواست کارگران درست برعکس اون چیزی که هدف آقای اسد بیگیه. درسته، اسد بیگی میخواد با این کارش تفرقه ایجاد کنه، در واقع از این موضوع استفاده کنه برای دادگاه خودش، در صورتی که کارگران میگن این باید اصلا بیرون رانده بشه، اخراج بشه و محاکمه بشه. بنابراین به نظر من یه خورده باید صبور باش، یعنی موقعی هم که من صحبت کنم دفاع باید بکنیم و در واقع رسانه‌ای بکنیم و پخش بکنیم این برنامه های و این اعتصاب ها و اعتراض های کارگران، این به این معنی نیست که ما بخوایم، گفتم بخوایم جنبه سیاسی به مسئله بدیم. خود کارگران، من داشتم توی یه ویدیو میدیدم میگفتم بابا این چه بعضیه که ما هر وقت میگیم نون نداریم بخوریم شما اینو سیاسی میکنید. بابا نون نداریم بخوریم، به زن و بچه‌مون نمیتونیم، در واقع جلو زن و بچه‌مون سرمون پایینه، چرا شما اینو امنیتی میکنید؟ چرا شما این رو سیاسی میکنید؟ بنابراین در واقع درخواست من اینه که ما این رو شروع کنیم به بیان کردن، مطرح کردن، پخش کردن در رسانه‌های مختلف، به صورت فرستادن نامه‌های با هم دیگه مشترکاً. خیلی کار مشترک مهمه، چون در این مورد ما فکر نمی‌کنم زیاد اختلاف نظرهایی داشته باشیم، فقط می‌کنیم و ما بتونیم نه خودمون تنهایی بلکه با هم دیگه شروع کنیم، مثلا با این اعلامیه‌هایی که میدیم یا نامه‌هایی که میدیم یا اعتراضایی که می‌کنیم یا مثلا به حساب تشکیلات کارگری دنیا و جاهای مختلف بتونیم اینا رو بفرستیم و از اونا تقاضای کمک بکنیم. به نظر من یه کاری که مثبته و میتونیم به خوبی جلو ببریم. سپاسگزارم. این مورد فقط اگر ممکنه کوتاه جواب سوال بنده رو بدید، چرا فکر میکنید صاحبان این بزرگترین چرخ‌دنده تولید یعنی نیروی کار در ایران قدرت و قوه لازم رو برای پیگیری مطالباتشون ندارن؟ خب من فکر کنم جواب دادم که باید یه خورده در اون صبور باشی، نباید این جریان یه جریان تاریخی مدت ها طول میکشه و نمیشه هم واقعا گفت چه زمانی یک دفعه ممکنه یه مثلا در زمان شاه خب اعتصابات کاملا سراسری بوده، یک دفعه سراسری شد و این رو واقعا اگر این راحت بود پیشگویی این، خیلی ها میتونستن الان جایزه نوبل بگیرن. ولی این به نظر من یک جریان ادامه داره. ما داریم این رو به گذشته اگه برگردیم، به تاریخ اگه برگردیم، همینطور که نگاه میکنیم هی روز به روز میبینیم این گسترده تر و گسترده تر و گسترده تر میشه و بخش های مختلفی که ما فکر نمیکردیم داره به این به پیوند میخوره. این از یک طرف. از طرف دیگه داریم میبینیم که وضعیت مشیت کارگران واقعا داره روز به روز بدتر و بدتر میشه. یعنی اینکه هر روز که تو بلند میشی میبینی که اون قیمت محتاج زندگی در واقع بالا رفته، ارزش پول ملی در واقع کاملا کلاپس کرده، یعنی فرو ریخته هستن، یعنی همون پولی رو که تو دیروز داشتی میخوای بری باشی اجنسی بگیری اون پول دیگه اون ارزش قبلی نداره. بنابراین هر روز این رو ما خواهیم دید از کارگران که بیان بیرون و بگن بابا ما نمیتونیم غذای خودمون رو تهیه کنیم، ما نمیتونیم در واقع معیشت زندگیمون رو حل کنیم. و این هیچ مسئله سیاسی نیست، فقط این در واقع تا حدی جلوگیری هم میکنه از شاید تا حدی جلوگیری هم میکنه از حمله رژیم و در واقع سرکوب کارگران. و من میگم این فکر میکنم این رو هم باید ما چیز بکنیم، یعنی سپورت بکنیم و طرفداری بکنیم ازش، همین بخش رو که بابا این کارگران دارن برای زندگیشون و معیشتشون حرکت میکنن و ما باید این رو در واقع همدردی بکنیم و کمک کنیم بهش. بسیار عالی، سپاسگزارم. در تکمیل صحبت دوستان، من نظر خودم هست، من فکر میکنم کلن در دنیای امروز هیچ موضوعی سیاسی تر از نان وجود نداره. یعنی که آقای مرادی میفرماین که اعتصابات این پیوستگی ها فقط معیشتی نیست، عنوان معیشتی بهش دادن تقلیل ارزش کار کارگرانه،
اصلا اتفاقا به نظر من اینطوری نیست، یعنی مسئله معیشت، مسئله نان، سیاسی ترین مسئله کل تاریخ بشره، چیزی از این سیاسی تر وجود نداره و چیزی از این، یعنی انسان به این داستان وقتی کار میکنه حق بشه، چیز غیری نمیخواد، چیزی فراتر از حقش نمیخواد. متاسفانه برخوردهای 40 ساله امنیتی با قضیه در از چپ و قضایای کارگری در ایران توسط نهادهای امنیتی باعث شده که هنوز امکان تشکلیابی برای طبقه کارگر در ایران فراهم نشده، اون چیزی هم که داشتن از دست داده. ببینید کارفرمایان در قالب سندیکاهای مختلفی که دارن بسیار متشکل عمل میکنن، به راحتی کارفرماها میتونن رو دولت نقاط حساس فشار ایجاد بکنن، جلوی افزایش حقوقها رو بگیرن، دولت ها رو در از طریق مجلس، از طریق خود بدنه دولت وادار بکنن که بر اساس منافع اونها لایحه تدوین بکنن، قوانین رو تغییر بدن. اونها خیلی متشکل سندیکاهاشون رو دارن در قالب پیمانکاری، در قالب های مختلف تاسیسات ایکس ایگرگ، و خیلی راحت دولت ها رو بعد از قوه قهریه مجریه و مقننه رو تحت تاثیر قرار میدن و فشار وارد میکنن. متاسفانه فشار بی‌نهایتی که از ابتدای انقلاب روی طبقه کارگر بوده باعث شده این بحث سندیکا در بین کارگران ابتر بمونه. همین الان هم که میبینیم در کارخانه های مختلف، حالا میتونه در قسمت بعد دوستان هم در این مورد اگر اطلاعاتی دارن بدن خیلی عالی هستش، مثلا سندیکای شرکت واحد که یکی از مهمترین تشکل‌های کارگری ایران هست، اخیراً من خبر خاصی حداقل ازشون نشنیدم، در این اعتصابات هم من هنوز اثری ازشون ندیدم، امیدوارم فقط من ندیده باشم و بوده باشه. در یک نکته دیگر من فقط به عنوان نکته پایانی خودم اضافه کنم و بعد دیگه جمع‌بندی دوستان عزیزان رو بشنویم. آقای اسد بیگی یک نماده، این آدم اصلا شخص مهمی نیست، این آدم مسلما قدرتی نداره، کارگران به صورت نمادین خواستار خلع ید ایشونن، یعنی ایشون واقعا عددی نیست، یعنی اصلا آدم مهمی نیست. کارگر هم اگر داره اسم اسد بیگی رو میبره، در اصل منظورش به فرمانداره، به مدیر سازمان اطلاعات استانه، در اصل منظورش به نیروهای قدرتمندیه که در زیر پوشش اونها این اسد بیگی ها رشد میکنن و مثل اختاپوس میفتن روی این صنایع ملی کشور و مشغول غارت میشن. غارت هم فقط مخصوص خودشون نیست، آقای اسد بیگی اگر ارز مرجع برده مسلم بدونید حداقل به 100 نفر دیگر از حکومت. ولی مسئله ما نام بردن همچین شخصی واقعا به معنای مهم بودن این قبیل آدم ها نیست، مهم اون مافیایی هستن که در پس پرده این عروسک جلوی پرده دارن امر غارت رو پیش میبرن. آقای کار عزیز، هم جنبندی پایانی شما رو میشنویم و هم اینکه آیا امیدی دارید در قالب این در از اعتراضات معیشتی امور مربوط به سندیکا هم قوامی پیدا بکنم؟ بله حتما. من اولا اینو بگم که کارگر بدون اینکه اعتراض بکنه و اعتصاب بکنه هیچ وقت نه تنها وضعش بهتر نمیشه بلکه بدتر میشه، و مطمئن هستم که و دیدم به تجربه که هیچ اعتصاب و اعتراضی ممکن دستاوردش کم باشه ولی بی نتیجه نیست، بنابراین اهمیت داره. بعد مسئله دیگه که خیلی اهمیت داره این هستش که کارگر تو جریان همین اعتصابات و اعتراضش هست که متوجه اهمیت متشکل شدن میشه، و وقتی که متوجه میشه وقت میره دنبال سندیکا و دنبال اتحادیه. به نظر من ظرفیت برای تشکیل اتحادیه و سندیکا در ایران بین کارگر و کارمندا بسیار وسیعه، و همین اعتصابات و اعتراضاتی که داره میشه در واقع اون کسانی که اینا رو سازمان میدن نقش دارن توشون، اونا همین تقریبا دارن نقش تشکل انجام میدن، نقش تشکل مستقل. بنابراین اگر یه شرایطی پیش بیاد که هزینه های کار سندیکایی یه مقداری کمتر بشه، به نظر من ما شاهد خواهیم بود که یک جنبش اتحادیه وسیعی در میان کارگران و کارمندا کلاً موضوع و گیرا شکل بگیره. این هست و اجتناب ناپذیره، یعنی ما سطح آگاهی کارگران و وضعیت به شکلی هست که به این حد رسیدم. بنابراین من نسبت به این مسئله امیدوار هستم. بعد از طرف دیگه مقاومت مثلا سندیکایی مثل همون سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت نفرم که داریم میبینیم،
نشون میده که اینا میتونن دوام بیارن. کارگرایی که میتونن اعتصاب بکنن، میتونن سندیکا هم تشکیل بدن. هزینه تشکیل سندیکا خیلی بالاتر از هزینه سرکوب اعتصابات نیست. ولی چون الان واقعا هزینه خیلی بالاست، یه مقداری طول میکشه، ولی اصلا برو برگرد نداره. یعنی طبقه کارگر داره میره به سوی تشکل یابی واقعی و مستقل. و این هست که بسیار اهمیت داره. که ما هم باید اینو چیزو کنیم. مسئله دیگه دوست عزیزم فرمودن در مورد همین مسئله نان، هم منم تایید میکنم که مهمترین مسئله سیاسیه. و مسئله که دوست عزیزم از جبهه ملی ایران فرمودن که کارگر خودش میدونه چیکار بنداره میکنه، منم باش کاملا موافقم. یعنی در واقع کارگرها خودشون خیلی خوب میفهمن، احتیاج به راهنمایی از بیرون ندارن. منتها یه مسئله هست که من الان دارم میبینم، اونم این هستش که خود عوامل کارفرما و حکومت سعی میکنن گاهی اوقات در این اعتصابات رو به انحراف بکشونن. مثلا در همین اعتصاب من یکی دو تا شعار دیدم که به نظر من این از بیرون داره میاد. به این یکی این که مثلا نمیدونم این آقای اسد بگی رو بگیرین و حالا گرفتنش خب باید محاکمش مجازات بشه، ولی مثلا اعدامش کنید فرض. این که خب مثلا چهار سعی نیست و کارگران نباید بون، چون این یه مقداری، یا مثلا مرگ بر فرماندار، یا مثلا اینا رو باید یه مقداری مثلا کارگرا توجه بکنن که شعارهایی که میدن متناسب باشه با مطالباتی که مطرح میکنن. باید علیه فرماندار اینا که با کارفرما هستن و در سرکوب ها شرکت میکنن مخالفت کرد، ولی باید مراقب هم بود که مثلا شعارهایی که غیر لازمه و آسیب میرسونه اینا رو به نظر من سعیز برید. چون همونو که میتونه مثلا نیروی بهانه بشه برای بسیج نیرو، برای سرکوب و همون تشکل اینا. اینا مسئله هست. یا مثلا الان شورای اسلامی رو نمیان که اصلا وجود خارجی نداره، خود رو چند نفر آدم رو گذاشتن تو همین هفت تپه برمیدارن میبرن که از جانب کارگران مذاکره بکنه. این کارگران میان اعتراض میکنن، میگن اینا نمایندگان ما نیستن. یعنی کارگر قشنگ این مسئله رو درک میکنه، ولی همون برای اینکه بتونن اونو جا بندازن پیش ببرن، اونا رو میندازن وسط و وقت حرفاشون رو سعی میکنن از طریق اونا به عنوان نماینده کارگر پیش ببرن. من یه سری مسائل هست که نظر من باید کارگرها دقت بکنم که از اعتصابشون سوء استفاده نشه، آسیب نرسونه و بتونه هرچه بیشتر مردم رو به حمایت از اونا واداره. خود ما هم باید سعی بکنیم که تا اونجایی که میتونیم حمایت کنیم، چون حمایت کردن روحیه میده به کارگر، امید میده. و هر جا که حالا ولو اینکه احزاب باشن و مثلا چیز نباشن، حتی تو ایران هم نباشن و نمیدونم حرفشون هم این زیاد نرسه اونا، ولی به نظر من همون که یه مقداری هم برسه کافی است که روحیه میده. و تو اعتصابات و اعتراضات کارگری دادن روحیه خیلی نقش مهمی داره. بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای مرادی، جمع‌بندی شما رو هم می‌شنویم و اگر ممکنه بفرمایید که آیا چشم‌انداز در از این اعتراضات رو به کدامین سو می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید با پرداخت بخش از این مطالبات یا قول‌هایی که مثلا همیشه دولت میده به بعضیش عمل می‌کنه به بعضیش نه، این اعتراضات فروکش خواهد کرد، یا فکر می‌کنید اینها یک روند دامنه‌دار خواهد؟ والا در این مورد مشکل واقعا آدم پیش بینی بکنه، ولی یک مسئله حیاتیه و دائمیه و اون اینه که وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر و در چند ساله گذشته و در چند ساله آینده شاید به خاطر مسائل مختلف و مسائل در واقع سانکشن هایی که گذاشتن و تحریم هایی که کردن، خیلی وضع ایران خرابه. در واقع رژیم داره یه کاری میکنه که مثلا که از این ستون به اون ستون شاید فرجه انجام میده. یعنی یه کار اینجا انجام میده، بره یه کار اونجا انجام میده، یک سعی میکنه اینو بخوابونه با زور، اون جریانو مثلا با طمع دادن یا مثلا یه مقدار اضافه حقوق دادن. بعد همینطور که گفتم از مسئله به طوری شده که دیگه فصلی نیست که شما مثلا فکر کنید در زمان مثلا قبل از عید یا مثلا زمستان یا مثلا تابستان یا مثلا بهار شروع میشه این بحث ها و چونه زدنی ها و مذاکرات و بعدا به این نتیجه میرسه. الان هر روز که شما گفتم میرید بیرون، کارگرها میان بیرون،
با این مشکلات افسون در گذشته در واقع مواجه میشن. یه تاکتیکی هم که رژیم همینطور فکر میکنم منظور دوستمونم بود به کار میبره اینه که سعی میکنه این جریان رو یه مقدار امنیتی بکنه، یه مقدار سیاسی حتی بکنه رژیم. کاری که من خودم یادمه موقع توی انقلاب ایران موقع 57 آقای رفسنجانی اومده بود توی ورزشگاه آبادان و سخنرانی میکرد. حالا این چه زمانی بود؟ زمانی بود که در واقع کارگرای نفت رژیم رو کمرش شکسته بودن و در واقع انقلاب پیروز شده بود. و بعد میگه ما در یک جایی پیدا کردیم که سازمانهای مختلف غربی و خصوص سیا کمک میکرده به کارگران، به کارگران، بلکه کارگران اعتصاب کنن. در همون موقع مردم کارگرهایی که اونجا بودن شروع کردن به داد و فریاد زدن و اونجا رو ترک کردن. اصلا رفسنجانی مجبور شد صحبتش رو تموم کنه. قشنگ من یادم اونجا بودم، خودم در اون محل بودم. رژیم ایران مثلا خامنه ای هم تا حدی داره یه مقدار این رو میگه، میگه که این گروه های مختلف، توده های مختلف، سازمان های مختلف جاسوسی و سیاسی شروع میکنن در کارگران رخنه کردن و برنامه جریان رو به سمت این میکشن که رژیم رو مورد سوال قرار بدن. و این در واقع بهانه میشه برای سرکوب کارگران. نه فقط این کار میکنن، خود رژیم شاید یک عوامل و عناصری رو بفرسته در درون کارگران که شروع کنن مثلا آتیش بزنن یه جا رو، یا مثلا شروع کنن مثلا شعارهای زده دولتی و زده رژیمی بدن. به نظر من همینطور که آقای کار گفتن این مسئله هم خیلی مهمه و من فکر کنم خود کارگران آشنا و آگاه هستن به این مسئله و سعی میکنن از این جریان جلوگیری کنن. برای این که ببینیم به چه سمتی کشیده میشه، این تا یه حدی بستگی به مسلمان به شکل منطقی و تاریخی اگه بهش نگاه کنیم این به سمت هی وسعت پیدا کردن کشیده میشه و در واقع دمندها و خواسته های کارگران روز به روز بیشتر میشه، روز به روز جریان های مختلف به این میپیوندن، روز به روز حتی تقاضای سندیکای مستقل و آزاد کردن در بعضی از جریانات، من به صاحب اخبار رو داشتم نگاه میکردم، و این به سمت حرکت فزاینده و رشد کننده میره و عاقبتش در واقع رژیم رو باعث سقوط رژیم میشه. ولی خب از اون طرف هم رژیم هم دست با چه لفتی نیست، با اینکه ما داریم میبینیم اونم کارهایی رو میکنه، با چین در برنامه ریزی میکنه، کارهای دیگه ممکنه بتونه بکنه، ممکنه این انتخابات آمریکا در واقع خیلی تاثیرگذار باشه، باید این رو دید. ولی ما وظیفمون فرق نمیکنه، یعنی هیچ فرق نمیکنه وظیفه ما اینه که مرتبا این رو انعکاس بدیم، مرتبا این رو همونطوری که خود کارگران میگن نه چیزی بیشتر منعکس کنیم و در واقع تقاضای همکاری، یعنی تقاضای کمک از گروه های مختلف سازمان کارگری و سعی کنیم حتی به نهادهای مدنی توی ایران مثلا نامه‌نگاری کنیم و از اونا تقاضا کنیم که از کارگران دفاع کنن و حداقل بیانیه بدن. خود اینها به قول ایشون واقعا روحیه کارگر رو بالا میبره و مبارزه اینا رو تداوم بشه. مرسی. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. در موازه سازمان های جمهوری خواه که ما در از اعضای این سازمان ها هستیم، همیشه در رابطه با لزوم گذار خشونت پریز و ساختار جمهوری اسلامی صحبت میشه. ما با آلترناتیو سازی در خارج از کشور توسط جریانات و نیروهای سیاسی مخالفیم، با حمله نظامی، با تحریم‌های در اصل بدون هدف و فراگیر که باعث آسیب تمام مردم ایران میشه مخالفیم. خیلی وقتا با این سوال مواجه میشیم که خب پس راه حل شما برای این گذار چی هست؟ حقیقتش اینه که همین چیزیه که امروز در موردش صحبت کردیم. جنبش کارگران، اعتصابات کارگران یک مؤلفه، دانشجویان هستن، معلمان هستن، مالباختگان و مؤسسات مالی هستن، پرستاران هستن، اخشار و اصناف مختلف هستن. وقتی این خورده جنبش ها جای همدیگر رو پیدا کنن و اون اتحاد بدنی بین این نیروهای اجتماعی شکل بگیره، اون روز هیچ قدرت قاهره‌ای نمیتونه جلوی خاص ملت ایران رو بگیره. امیدوارم هر چه سریعتر به اون روز برسیم و شاهد شادی تمام مردم در اون روز باشیم.
روز و روزگار بر شما خوش باد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.